بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام جواد علیه السلام که بچه بودند و جوان بودند در محضر علمای زیادی از اهل تفنن در یک مجلس مباحثه‌ای که در زمان معتصم تشکیل دادند، نظیر کاری که معمول با حضرت رضا و علمای مذاهب ادیان می‌کرد، یعنی فقط علمای اهل تفنن. خلفا ابوبکر و عمر توی مردم دوت بودن، تو مرمج جلال هم هستن دیگه، هر کسی رو میخواستن هو کنن دیگه به خلیفه یا حالت میکنه. اینا برای این که حضرت رو هو کرده باشن آمدن گفتن که شما درباره فضیلت ابوبکر و فضیلت عمر این روایاتی که ما در این زمین داریم شما در اینجا چی میگید؟ فرمود چه روایاتی؟ روایاتی خوندن. گفت جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم و گفت که یا رسول الله، خدای متعال میفرماید من از بنده خودم ابوبکر راضی هستم، شما از ابوبکر سؤال بکنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه. بپرسید که ما خبرش رو داریم برسید. فرمود ما فضیلت ابوبکر را انکار نداریم، ولی اینقدر میدونیم که پیغمبر اکرم در حجت الوداع فرمود کثرت الکذابة علیه، به خود سنیان نرسند، کسانی که من دور بودندن زیاده. و بعد به ما دستور داد، فرمود هر حدیثی که از من نقل کردن او را بر قرآن کریم عرضه بدارید، اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید من نگفتم، من هرگز حرف بر خلاف قرآن نمیزنم. ما این حدیث را در قرآن عرضه میداریم. قرآن میفرماید خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را آفریده ایم و از همه خاطرات ذهنی و آگاهی از رگ گردن به او نزدیکتریم. بنابراین معنی نداره خدا پیغام بدهد به بنده خودش به اون پیغمبر که من از اون بنده دیگرم راضیم، از او بپرس تو از من راضی یا راضی نیست. اونها گفتن شما پس چی میفرمایید درباره این حدیث از پیغمبر اکرم که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اونها آقاهای پیرمردهای اهل بهشت هستند. چون این حدیث هست که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، پیغمبر فرموده اینم همه نقل کردن شیعه و سنی که حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتند. فرمود باز ما نمیخوام البته فضل اونها رو انکار بکنیم، ولی متاسفانه خب بهش پیر نداره که اینا بخوان آقای اون پیرها بخوان باشن.